بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على المهدي وعلى آبائه أرسلت تقوى مهمترين عامل موفقية إنسان براي سعادت در زندگی دنیا و آخرن و عرض کردیم که تقوا جهات مختلفی داره ممکنه یکی با ترس از خدا این عامل را در خودش تقویت بکن اما اگر به مال رسید از مال گریزان نباشه و لغزش داشته باشه لذا باید در مال حلال سعایت بکنیم به دست آوردن مال حلال و استفاده از مال حلال که مهمترین عامل موفقیت انسان لقمه حلال لذا میبینیم آقا سید الشهدا سلام الله علیه در واقعه آشورا بعد از اینکه که مطالبشون را بیان میکنن و خودشون را معرفی میکنن و آنها با بد اخلاقی با سید و شهدا برخورد میکنند حضرت میفرماید مل بطونهم هم من الحرام علت این که حرف حق در شما اثر نمیکنه حرف واقع برای شما تأثیری نداره اینه که شکمها پر از حرام شده پس یکی از راههایی که انسان باید تقوا را پیشه بکنه به دست آوردن مال حلال دوم در شهوت اینکه انسان از حلال خودش یا از مسیر حلال تأمین این نیاز را داشته باشه که اگر زمینه برای حرام پیش آمد کرد لا سامح الله و پناه بر خدا زنا گسترش پیدا می کند که فرمود اگر زنا زیاد شد مرگ مفاجات زیاد میشه اگر زیاد زنا زیاد شد قطرات باران خودش را منع میکنه و آثار بدی که بر زنا بار شده لذا تأکید قرآن و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین اینه که از زنا دوری بجوییم مخصوصا به جوانهای عزیز سفارش میکنم و تأکید میکنم که با استفاده از راههای درست اسلامی این غریزه را تأمین بکنند تا اینکه گرفتار دام شیطان که مهمترین دام شیطان فرمود این جهته از این جهت جوانها خودشون را تأمین بکنن و تقوا را پیشه بکنن که داره یکی از دوستان امیر آقا امام صادق سلام الله علیه آمد محضر حضرت حضرت احوالش رو پرسیدن احوال بستگان و فامیل و احوال برادرش را سوال کردن گفت خوبه اما یک عیب داره حضرت فرمودن چیه؟ گفتش که این نسبت به شما اعتقادی نداره حضرت فرمودن چرا؟ عرض کرد میگه تقوا در اینه که در این مسیری که من برام خیلی روشن نیست وارد نشم حضرت تأملی کردن و بعد فرمودن وقتی که رفتی به شهرتون به برادرت رسیدی بگو ما احوال تو پرسیدیم و اینها و بعد بهش بگو تقوای تو کنار نهر بلخ چه شد گفت چیه قضیه حضرت فرمودن کاری نداشته باش این باز خودش یک درس برای ما که ائمه اطهار به ما می آموزن که ما کشف اسرار نکنیم آبروی افراد را نبریم اگر مطلبی را خبر داریم بین مردم ولو یک نفر حتی نباید نشرش بدیم ولو برادرش باشه این میخواد تو راهنما چون ائمه اطهار شعنشون هدایت کردنه اینم یکی از راهشه. میگه آمدم به شهرمون برادرم آمد احوال پرسی و اینها گفتم آمدم مدینه خدمت امام صادق احوال همه را پرسیدن احوال تو رو پرسیدن من گفتم که تو میگی تقوا اقتضا میکنه که من با شما ارتباط برقرار نکنم حضرت فرمودن که پس تقوای تو کنار نهر بلخ چه شد تا اسم نهر بلخ را آوردم دیدم رنگش عوض شد سرخ شد گفت راست میگی آقا ما جعفر ابن محمد فرمود گفتم آره من که خبر چیه جریان؟ گفت هیچی اصرار کردم گفتش که من داشتم سفری برام پیش آمد میرفتم به بنده خدایی برخورد کردم هم سفر شدیم اون سفرهای قدیمی خیلی من ظاهر و صلاح بودم اون بنده خدا از من خوشش اومد در کنار نهر برخ اتراق کردیم بنا شد بمونیم یکی از ما بره غذا بیاره چون من ظاهرم به اصلاح ظاهر و صلاح متدین بودم گفتش که من میرم غذا رو میارم تو اینجا بمان و عبادت بکن او که رفت شیطان مرا وسوسه کرد کنیزی داشت با کنیز هم بستر شدم و بعد هیچ کسی خبر از این جریان نداشت الان که تو داری میگی معلوم میشه که این آقا آگاه به حقیقت امر هست و شد از مریدان مور حضرت پس یکی از راه های تقوا جلو غرائز نفسی را گرفتن خداوند متعال به همه ما توفیق جلوگیری از شیطان و غرائز نفس را بهمون همون عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد